بسم الله الرحمن الرحیم. کرونا اینک آخر الزمان. یک، کرونا در لغت یک واژه غربی و لاتین است و دارای دو معنای متفاوت که یکی به معنای حاله یا تاج خورشید است و دیگری به معنای وقت، هنگام، زمان واقعه و اکنون است که در فرهنگ قرآنی مترادف الصاعقه و قیامت است که در فرهنگ امامیه آخر الزمان نامیده می شود. دو، حال رابطه حاله خورشید با آخر الزمان چیست؟ ماهیت تابش خورشید و ماه طی این 20 سال اخیر شدیداً متحول شده است به واسطه ده‌ها کسوف و خسوفی که طی این دو دهه رخ نموده است که در مجموع به لحاظ تعداد و شدت و حدت از کل مجموعه کسوف و خسوف‌های هزاره اخیر جهان بیشتر است و در روایات دینی و خاص اسلامی این از واضح ترین علائم قیامت آخر الزمان و ظهور ناجی موعود است. 3. ولی عامه بشری کرونا را یک بیماری مصری و جهانی می داند که گویا برای براندازی نسل بشری آمده است. ولی همین بیماری جهانی است که چرخه تاریخی تمدن بشری را که تمدنی غربی است کند و کندتر نموده و به سوی ایستایی و سکون می کشاند، یعنی به لحظه الصاعقه و آخر الزمان. این آخر الزمان تاریخ تمدن بشری است و نه آخر الزمان نجومی و تقویمی و محاسباتی. این آخر الزمان اندیشه و احساس و روح بشر مدرن است، نه زمانی که با ساعت سنجیده می شود. 4. آخر فقط به معنای پایان نیست، بلکه به معنای اخیر و وضعیت آخر و کنونی نیز هست که مترادف معنای الصاعقه و قیامت است، همانطور که قرآن کریم قیامت و الصاعقه را هنگامی می‌داند که باطن ما آشکار می‌شود که از این منظر کرونا به معنای ظهور باطن این تمدن حاکم بر جهان است. 5. این بیماری جهانی چرخ تکامل تاریخی این تمدن را در حال متوقف ساختن است که همراه آن گروه‌ها و اجتماعات بشری هم در حال از هم پاشیدن هستند و این به معنای فروپاشی تمدن است، زیرا تمدن به معنای گرد همایی و تجمع بشر در شهرهای بزرگ و بر محور صنایع است که به معنای حشر است. کرونا موجب تفرقه و تفرید و جدایی است و این همان معنای نشر بعد از حشر است و قرآن کریم چون این روزی را بیان کرده است که همه از همدیگر می گریزند و همه عزیزان از هم حذر می کنند و هیچ کس را یارای نجات و مددی به عزیزانش نیست و جز خدا هیچ شفاعت و یاوری نیست. بلذا بشر مدرن امروز بین خدا و واکسن در حال انتخاب است. 6. کرونا بزرگترین مصیبت و بلای تاریخ هزاره اخیر جهان است. مصیبتی که به دست بشر و جاه طلبی ها و ماجراجویی ها و بازی ها و جهانخواری های صنعتی فراهم آمده است. لذا کیست که نداند که ویروس کرونا محصول دست بشر در آزمایشگاه همانیست که تدریجاً طی قرن اخیر در جریان داروسازی‌ها و واکسن‌سازی‌ها و تبدیلات ژنتیکی و فتنه‌گری‌های دانشمندان پیدا شده است. 7. همانطور که ویروس ایدز در جریان تولید واکسن مالاریا در آزمایشگاه تولید شد که برخی از دانشمندان در دهه 80 میلادی به آن اعتراف کردند که اندکی بعد به کلی به فراموشی سپرده شد و امپراتوری های رسانه‌ای اجازه ندادند این خبر منتشر شود.
چه بسا ویروس کرونا در جریان تولید و تزریق واکسن آنفولانزا پدید آمده باشد، همانطور که هر مرحله از واکسن کرونا منجر به ویروسی جهش یافته و مرگبارتر می شود و نیازمند واکسن قهارتر و ضد حیاتی تر است. 8. پس این پایان عصر گرد همایی های بشری و انواع تجمعات است. پایان مدارس و دانشگاه ها و انجمن ها و حکومت ها و اجتماعات ورزشی و تفریحی و سیاسی و اقتصادی و بلکه اجتماعات فامیلی و خانوادگی و زناشویی. و این پایان حشر یعنی اجتماع و آغاز نشر یعنی انفراد است که همگی به واسطه جبر بیماری کرونا به این تمدن تحمیل شده است. این آغاز تنهایی بشر است که یا روی به خدا می کند و یا روی به واکسن می کند و دیوانوار بایستی هر ماهی واکسنی قوی تر تزریق کند، یعنی برای رهایی از شر ویروس کرونا به خود ویروس پناه می برد، زیرا واکسن جز این معنایی ندارد. یعنی پیشا پیش به استقبال ویروس می روی تا به ناگاه به تو حمله نکند. پس یا تسلیم خدا می شوی یا ویروس. 9. ما از حدود 20 سال پیش از سرآغاز هزاره سوم میلادی آثار و علائم و اخبار ظهور قیامت آخر الزمان را در مجموعه آثارمان گزارش و تفسیر نمودیم و راه‌های نجات از بلایای آن را نیز در زمینه‌های متفاوتی متذکر شدیم. ولی آنچه از این بابت نصیب ما شد، دستگیری و محاکمه و زندان و خونریزی و سکته و مرگ در زندان بود. و خداوند یک بار دیگر به ما حیاتی نو بخشید تا شاید یک بار دیگر این واقعه کبیر عصر را هشدار نماییم. 10. قرآن کریم در سوره قیامت می فرماید: آنگاه که ماه و خورشید جمع شود، انسان در آن روز گوید به کجا پناه برم و هیچ پناهی نیست الا به سوی پروردگار است جای قرار. و در آن روز انسان به هر آنچه که کرده با خبر می شود و در نفس خود بینا می گردد. در این آیات کل وقایع این دوران تبیین شده است. 11. گفتم که یک معنای کرونا حاله و تاج خورشید است که فقط به وقت کسوف قابل رؤیت می باشد، یعنی آنگاه که ماه و خورشید با هم جمع شود و تحت شعاع چنین حاله نوری است که انسان به خود می آید که برای اهل ایمان نور توحید و اخلاص است و برای سایرین هم ظلمت مرگ و وحشت و واکسن فزاینده. 12. اما چرا مصیبت کرونا برای جهان اسلام و ایرانیان به مراتب شدیدتر و مرگبارتر از سایر جهان است؟ پاسخ به این سوال همان راه نجات ما از این مصیبت عظیم است، یعنی شرک و نفاق ما در قبال تمدن غرب که تمدنی کرونایی و در حال انقراض است. یا خدا یا واکسن. مگر نه اینکه ما امت و مذهب ظهوریم، کرونا طلوع این ظهور است و میزان این ظهور برای آحاد بشری. کرونا امتحان نهایی ایمان است. 13. هیچ قدرت و حکومتی قیامت آخر الزمان را خوش نمی دارد، زیرا احساس می کند که اجل خودش هم فرا رسیده است و بیهوده نیست که امروزه در سراسر رسانه‌های جهانی انتشار اخبار قیامت و آخر الزمان منع شده است. و عجبا که حتی در جوامع اسلامی هم آخر الزمان را یک توهم و توطئه می‌خوانند و آن را به مسخره بر زبان می‌آورند. و عجبتر علمای دینی هستند که مهر سکوت بر لب نهادند.
قیامت فرا رسید و ما آن را بر عامه مردم پنهان داشتیم تا به اعمالشان برسیم، ولی تو از آن غافل مباش. قرآن 14. اینک حدود 20 سال است که تقریبا همه علائم قیامت آخر الزمان و ظهور ناجی موعود که در روایات دینی آمده به وقوع پیوستند، که کرونا آخرین آن است که طبق روایات دینی ما در این طاعون جهانی بخش قابل توجهی از مردم جهان می‌میرند و ما بقیه بشریت به دو قطب ایمان خالص و کفر مطلق تقسیم شده و رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند و آنک آستانه ظهور موعود است. 15. شاهدیم که کرونا جامع جمیع همه امراض بشری در طول تاریخ است که اینک یک جا از اعماق نفوس بشری فوران کرده است. کرونا بیماری تاریخی گری و دهر پرستی و نژاد پرستی و فن پرستی و دنیا پرستی جهانخواری می باشد. 16. کافران می گویند اگر راست می گویید پس کی قیامت فرا می رسد؟ بگو آنگاه که فرا رسد هیچ راه گریزی نخواهید یافت. در آن روز همه عزیزان از یکدیگر می‌گریزند و کسی را یارای شفاعت کسی نیست و جز خدا هیچ پناهی نخواهید یافت. آیاتی از قرآن 17. در این وضعیت بدترین سرنوشت را کسانی دارند که بین خدا و ویروس یعنی واکسن در نفاق افتادند. دستی به دامن خدا دارند و دستی دیگر به دامن ویروس یعنی واکسن، و این وضع مشرکان است. 18. بیماری کرونا حتی در دو نفر به یک صورت بروز نمی کند و در هر فردی ظهور و علائم و عوارض و دردهای مخصوص به خود دارد. پس هیچ کس این مرض را از دیگری نمی گیرد، بلکه این مرض از باطن هر فردی بروز می کند. و چه حق گفت علی علیه السلام که بیماری مصری دروغ است؟ یعنی با هر کسی بسته به ماهیت و اعمال و باورها و نفسانیتش عمل می کند و احدی از ابتلای به آن مستثنا نیست. کرونا بیماری قیامت نفوس آحاد بشر است و قیامت آن روزی است که باطنها آشکار می شود و خوشبخت آن کسی است که هر آنچه که از او بروز می کند را انکار نمی کند و به خدایش روی نموده و توبه می کند و بخشوده می گردد، و بدبخت آن کسی است که ظهورات وجودش را انکار نموده و به دیگران نسبت می دهد. 19. اهل ایمان باید بداند که این دعوای رایج بین طب اسلامی و غیر اسلامی یک دعوای بازاری و جاهلانه است. طب اسلامی آن است که اهل ایمان فقط و فقط خداوند را مرزا یعنی مریض کننده و وکیل و کفیل و حبیب و طبیب و شفیع و شافی خود می داند و به غیر از او رجوع نمی کند. و این در صورتی در دل اهل ایمان رخ می نماید که فرد اهل توبه باشد و توأم با توبه و انابه به خدایش روی نماید و از غیر خدا حذر نماید. این است طب اسلامی، و ما بقی هر چه باشد طب غیر اسلامی و غیر دینی است، که مصرف سیر و آویشن و سایر گیاهان دارویی باشد یا واکسن و کورتون و آنتی بیوتیک. هر دو به یک میزان غیر اسلامی است. این فرق بین طب سنتی و طب مدرن است و لا غیر. و صد البته که مضرات طب سنتی به مراتب کمتر از طب مدرن است، همانطور که فواید آن. 20. حقیقت واقعه کرونا و علائم آخر الزمانی آن را جز با معارف اسلامی و به خصوص مذهب امامیه نمیتوان شناخت.
پس وای بر آن مسلمان شیعه‌ای که از این واقعه جز ویروس و واکسن نمی‌فهمد. مجموعه آثار ما به لحاظی پیشبینی و شرح و بیان این واقعه از حدود 20 سال پیش است که بر مبنای معرفت قرآنی، عرفانی، روانی، عقلانی و انسانشناسی و علم هرمنوتیک تعبیری تبیین و تشریح شده است به زبان و منطقی همه فهم. که متاسفانه تنها بازتاب حکومتی در قبال این معارف انکار و تمسخر و تهدید و پاپوش و محاکمه و زندان بوده است. ولذا شاهدیم که کشور ما امروز بزرگترین قتلگاه کرونا شده است و عبرت جهانیان که نه دینی برای مردم باقی گذاشته و نه دنیایی. 21. مرگ بزرگترین نعمت است، زیرا نفوس آدمی را جبرن روی به سوی خدا می کند، ولذا کافرترین قلوب هم آنگاه که مزه مرگ را می چشند خداوند را می خوانند. و کرونا چون این نعمتی جبری و جهانی است، ولی متاسفانه اکثر مردمان به هنگام روی کرد نعمات الهی روی بر می گردانند. قرآن کریم. و این است که بشر مدرن بین خدا و ویروس یعنی واکسن مخیر شده است. 22. وقتی آدمی فردا و آینده‌ای در سر و دل نداشته باشد، به آخر زمان زندگیش رسیده است. و کرونا بشر مدرن را به چنین ایست و اصائه دوچار کرده است و زمان فکری و معنوی و آرمانی را از کار انداخته است و گویی زمان در جانش یخ زده است. این ایست و یخبندان در همه ارکان و نهادها و مبانی تمدن مدرن در حال روی دادن است و این یعنی آخر زمان این تمدن 2000 ساله. 23. صنعت محور مدنیت و جمعیت و پیدایش شهرها در جهان بوده است و عنصر ذاتی صنایع در عصر ما نفت است و حتی انرژی هسته‌ای هم بدون نفت ممکن نمی شود. پس این یک تمدن نفتی دوزخی است، همانطور که رسول خاتم نفت را غذای اصلی اهل دوزخ خوانده است. و امروز نفت در همه ارکان زندگی بشر حضور دارد و حتی در غذایش وارد شده است به صورت انواع سموم و کود و افزودنی ها و نگهدارنده ها به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد بدن می شود. داروها که جملگی نفتی هستند و مشتقاتی ترکیبی از مواد پتروشیمی محسوب می شوند. و هوایی که تنفس می کنیم تماماً گازهای متساعد شده از مواد نفتی هستند. آبی که می نوشیم با مواد نفتی به اصطلاح ضد عفونی می شوند. پس آب و هوا و غذا و دوا و پوشاک ما تماماً نفتی شدند و کرونا قیامت این تمدن نفتی دوزخی است. امروزه کل عالم حیات و نبات و حیوان و انسان و همه آبهای روی زمین و زیر زمین و کل جو زمین آلوده به نفت است. نه تنها تن و جان، بلکه روح و اندیشه و احساسات ما نیز نفتی و دوزخی است و آتشین و نابودگر. این حقایق به معنای ترد و لعن این تمدن نیست، بلکه به معنای فهم درست و حقیقی این تمدن و وضع موجود است تا بدانیم که از کجا و چگونه و چرا به اینجا رسیده ایم و آنچه که بر سر ما می آید از خود ماست. هر مصیبتی که بر شما نازل می شود به دستان خود شما مهیا شده است. قرآن. 24. همه داروها ساختاری پتروشیمیایی دارند، همانطور که همه واکسن‌ها. و کرونا طغیان حیات بر علیه اعمال و علوم و فنون و تغذیه ضد حیاتی و ضد انسانی بشر است.
همانطور که شاهدیم، کرونا کمر صنایع را در سراسر جهان شکسته است و کمر هر نوع فعالیت که در خدمت این تمدن نفتی و جهنمی باشد، همچون آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و امثال هم. کرونا آنتیتز این تمدن است و سنتزش هرچه باشد پدیده ای به کلی متفاوت است. کرونا عجل این تمدن 2000 ساله است. 25. کل این تمدن نفتی و صنایع شیمیایی و دارویی حیات انسان را در جهان به مهلکه انداخته و حیات زمین را مسموم و فاسد کرده و آب و هوا و خاک و نبات را زهرآگین ساخته و عاقبت ویروس کرونا را در جهان گسترانیده است و اینک همین امپراتوری های شیمیایی و دارویی که جز غارت جهان کاری ندارند دست به بزرگترین سوداگری و تجارت تاریخی زدند و آن تولید و فروش واکسن کرونا است. این طاغوتی که بشریت را به مهلکه انداخته نسخه نجاتش را پیشکش نموده است، یعنی واکسن را. این است که بشریت یا تسلیم این طاغوت می شود یا به خدا پناه می برد. 26. و فرقی نمی کند که این واکسن را چه کشور و کمپانی ساخته باشد، ماهیتش یکسان است، چه آمریکایی باشد، چه چینی و چه ایرانی. 27. به قول قرآن کریم، شیطان آدمی را از فقر و فنا می ترساند و سپس به او وعده رهایی و نجات می دهد. سازندگان این واکسن همان تولید کنندگان این ویروس هستند. 28. طاغوت و دجال علمی فنی حاکم بر جهان وعده به نجات جان مردمان می دهد و باقی مانده ایمانشان را می رباید. در روایت است که در آخر الزمان قحطی بزرگی پدید می آید که دجال به میدان آمده و به مردمان وعده نان و آب می دهد و در عوض دلشان را از آنها می گیرد. 29. واکسینه شدن به معنای پنهان ساختن مرگ در جان خیشتن است، زیرا واکسن چیزی جز ویروس تضعیف شده خود بیماری نیست. در واقع از ترس ویروس به خود ویروس پناه میبری، از ترس مرگ به خود مرگ پناه میبری. 30. می‌دانیم که کل ستون فقرات قدرت جهانی در دستان دو طاغوت است. طاغوت امپراتوری تسلیحاتی و دارویی یا شیمیایی که به شدت به لحاظ علمی و تکنولوژیکی در هم تنیده و یگانند و این است اصل طاغوت جهانی و دجالی که در لباس علم و فناوری پنهان شده است. 31. و از هم اکنون واضح شده که این جریان واکسینه کردن جهانیان انتهایی ندارد و کار به جایی میرسد که هر ماه و بلکه هر هفته همه مردم جهان بایستی در صف واکسینه شدن در انتظار باشند تا هر نوبتی ویروسی جهش یافته و قهارتری را وارد بدن خود سازند تا از خطر ویروس در امان بمانند. آیا کسی هست که این راز آشکار را فهم کند و جان و دل و ایمان و انسانیت خود را نجات دهد و به جای پناه بردن به شیطان به خدا پناه برد؟ 32. این جریان واکسینه شدن همان واقعه خلق جدید ذره‌ای و دوزخی است که انسان را تبدیل به ویروس می کند، ویروسی به صورت آدمیان. این مسخ قشاشی در قیامت آخر الزمان است که امام صادق علیه السلام در رساله الهفت متذکر شده است. 33.
وقتی شاهدیم که بسیاری از کسانی که به کرونا مبتلا شدند بدون هیچ تلاش پزشکی شفا یافتند و در عین حال برخی از کسانی که واکسینه شده اند نیز مرده اند، داله بر این حقیقت است که نه کرونا به خودی خود می کشد و نه واکسن ها مانع از مرگ می شوند. نتیجه حاصل برای هر عاقلی این است که کرونا یک امتحان الهی است. به خصوص که دانشمندان معترفند که ویروس کرونا یک ویروس به غایت هوشمند و صاحب اراده ای مافوق بشری است و دائما دانشمندان و واکسن ها را دور میزند و آنها را باطل میسازد. هر عاقلی در می‌یابد که این ویروس حامل امر الهی و امتحان و میزانی حیرت‌آور است. کرونا برپا کننده خلق جدید انسان آخرالزمانی است که مؤمنانی را که به خدا پناه می‌برند به آفرینش روحانی و نورانی احیا نموده و برای درک وجود انسان کامل و ناجی موعود مهیا می‌سازد تا بر جنات نعیم او وارد شوند و کسانی را که به ویروس یعنی واکسن پناهنده می‌شوند از این نجات و رستگاری محروم می‌مانند و این واقعی در حیات و ممات است. دریایی از روایت اسلامی به نقل از امامان شیعه این واقعه را پیشگویی کردند. و سلام، علی اکبر خانجانی، ششم شهریور 1400.